سلام به این مجموعه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. سرخط خبرها. کشته شدن ده ها تن در سقوط یک جت جنگی در سوریه. حمله بر بیش از 20 هدف داعش در سوریه و عراق. و ادعاها درباره دوپینگ در بازی های جهانی. تفصیل خبرها. در نتیجه سقوط یک جت جنگی اردوی سوریه نزدیک به 30 تن کشته شدند. این جت امروز در یک بازار مزدحم در شهرک اریها در شمال غرب سوریه سقوط کرد. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه می گوید که اکثر قربانیان این رویداد غیر نظامی هستند. به گفته این گروه در کنار کشته شدن 27 تن ده ها نفر دیگر زخمی شدند. کنترل شهرک اریها در دست شورشیان داعش است. آنها در ماه می این منطقه واقع در نزدیکی سرحد ترکیه را تصرف کردند. اردوی ایالات متحده آمریکا ویدیوی آنچه را جریان حملات هوایی موفقانه‌اش بر اهداف داعش خوانده نشر کرده است. اردوی آمریکا دیروز با پخش یک خبرنامه گفت که این اهداف در هماهنگی با حکومت عراق مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس خبرنامه، ایالات متحده آمریکا و متحدانش بر روز شنبه 18 حمله هوایی را بالای شورشیان گروه تندرو دولت اسلامی در عراق و 6 حمله را در سوریه اجرا کردند. گفته شده که اهداف شورشیان در نزدیکی 7 شهر به شمول موسل و رمادی مورد حمله قرار گرفتند. و رئیس کمیته بین المللی المپیک می گوید که اگر ادعاها درباره آزمایش های دوپینگ در مسابقات جهانی درست ثابت شوند، این مسئله به هیچ صورت برایشان قابل تحمل نیست. توماس باخ امروز در یک نشست خبری در این مورد بیشتر گفت. اگر مواردی که بالای نتایج بازی‌های المپیک تاثیرگذار بوده باشند به اثبات برسند، کمیته بین‌المللی المپیک آن را به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد. پیش از این در گزارش‌ها گفته شده که 1/3 مدال‌های مسابقات قهرمانی جهانی در یک دهه گذشته به ورزشکاران تعلق گرفته که معاینات خونشان مشکوک بوده است. سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ به خاطر نشر این گزارش‌ها ابراز نگرانی کرده و گفته است که در این مورد تحقیق می‌کند. اما انجمن بین‌المللی فدراسیون اتلتیک این گزارش‌ها را به اساس و مضحک خوانده است. لامین لیاگ رئیس این انجمن امروز در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت هیچ شواهدی در مورد درست بودن این گزارش‌ها وجود ندارد. خبرهای مهم را همیشه در صفحه اینترنت ما دریافت کرده می توانید. تشکر. خدا نگهدار. رادیو آزادی. رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام امواج متوسط 12.96 FM 100.5.